اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النبي وحجتك على من فوض الأرض ومن تهدى السرايا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة زاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله من أول الدنيا إلى فنائها ومن الآخرة إلى بقائها. الحمد لله على كل نعمة وأستغفر الله من كل ذنب وأتوب إليه وهو أرحم الراحمين. الحمد لله الذي نور قلوبنا بشعشع أنوار جماله، ثم الصلاة والسلام على العبد المعيد الرسول المسدد المحمود الأحمد المصطفى العمجد حبيب إلهنا وطبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا سيدنا ومولانا أبو القاسم المصطفى محمد. صلى الله عليه وآله وسلم لسيما بقية الله العظم روحي وارواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. تجلی در فرج امام زمان، سلامتی وجود مطهرشون، جذب عنایت ها، هدایت ها، تربیت های ویژه حضرتشون به قلوب یکایکمون، به مجلس و محفلمون. انشاءالله قرار بگیریم در شمار بهترین یاران و یاوران پابرکاب حضرتشون. صلوات دوم رو یک بار چه مهدوی عنایت بفرمه. هدیه نثار روح مطهر و ملکوتی ولی نعمتمون حضرت امام الرؤوف حضرت علی ابن موسی الرضا علیه آلاف و تحیت و ثنا، خواهر مکرمشون حضرت کریمه اهل بیت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها، فرزند بزرگوارشون باب الجود و الاحسان حضرت جواد الائمه علیه السلام، پدر بزرگوارشون حضرت موسی بن جعفر حضرت باب الحوائج الله علیهم السلام صلوات رضوی عنایت بفرمایید. اللهم صل علی محبوب ترین کانون در نزد خداوند کانون خانواده است و حفظ حریم های رحمانی در این کانون الهی و رحمانی بر تمام اعضای خانواده واجبه. از مهمترین واجبات اخلاقی تلاش برای ایجاد و استحکام یک آرامش عارفانه در میان اعضای خانواده است. بالاترین دعایی که مولامون امیر المومنین علیه آلاف و تیت و سنا در قنوت نمازها میخواندند و از ایشون شنیده میشده آیه 74 سوره فرقان، ربنا هب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرة اعین و اجعلنا للمتقین اماما. خدایا از فرزندانمون، همسرانمون، مایه چشم روشنی ما، آرامش و قرار وجود ما، اون آرامشی که از چشمهای ما هویدا باشه قرار بده و ما رو به صورت خانوادگی الگوی متقین و خوبان عالم قرار بده. تلاش کردن برای اینکه انسان
امام باشه، پیشوا باشه، الگو باشه، اسوه و مقتدا باشه، این باید سلدوهای کار تمام خانواده های علوی فاطمی باشه. همون جوری که برترین خانواده الگو خانواده امام علی علیه السلام و حضرت زهرا سلام الله علیها، تمام اعضای خانواده پیشوایی دارن، الگو هستن، اسوه هستن. قرة اعین، چیکار بکنیم که در فضای خانواده یک آرامش عارفانه حکم فرما بشه و اعضای خانواده برای هم قرة اعین باشن، باعث قرار و آرامش باشن نه باعث تنش. اشاره کردیم به اصولی تحت آیین نامه اخلاقی همسران علوی فاطمی، اینکه اولا مراتب همتایی و همشأنی باید رعایت بشه در انتخاب همسر، که این تا پیش از ازدواجه. اصل دوم این بود که این مراتب همتایی، همشأنی و همترازی برای تداوم و تعالیش باید تلاش بشه. کفیت فقط چیزی نیست که تا پیش از ازدواج مطرح باشه. خیلی از ازدواج ها با یه رتبه بالایی از کفیت و همترازی و همشأنی آغاز میشه، اما به خاطر اهمالکاری، سستی، تنبلی، کوتاهی یکی از همسران یا هر دو همسر، میبینیم که این تراز به هم میخوره، تراز اخلاقی به هم میخوره، تراز عقلانی به هم میخوره، تراز زیبایی و آراستگی به هم میخوره، همترازی در عرصه مدیریت غریزه جنسی به هم میخوره. میبینی یکی از همسران کوتاهی کرده، تنبلی کرده، اهمالکاری کرده. اینه که اصل سوم این هست که باید همسران برای تداوم و تعالی همتایی، همشأنی و همترازی در سطوح مختلف تلاش کنند. یکی از این عرصه ها عرصه ایمانی است. برای رشد ایمانی هم دیگه باید کوشش کنند، تلاش کنند. برای رشد عقلانی هم دیگه باید تلاش کنند. برای رشد اخلاقی هم دیگه باید تلاش کنند. که جلسه قبل اشاره کردیم که پاکسازی خانه و خانواده از عرصه زشتی های اخلاقی، از عرصه گناه ها و حرام ها وظیفه زن و مرده، که با جدیت حریم اخلاقی خانه و خانواده رو باید حفظ کنن و با استغفار و توبه خاضعانه و خاشعانه به درگاه خداوند رحمان باید که فضا رو برگردونن به یک فضای رحمانی با استغفار. الا اخبرکم بدائکم و دوائکم، دائکم الذنوب و دوائکم الاستغفار. آیا خبر ندم شما رو به دردتون و درمانتون؟ تمام دردتون، گناهانتون، تمام درمانتون استغفار. اینه که برای رسیدن به اون آرامش عارفانه باید بدانیم که وارد شدن گناه و حرام به عرصه خانه و خانواده ناآرامی میاره، بیقراری میاره، بیبرکتی میاره. این قاعده رو باید اعضای خانواده باور بکنن. ممکنه پدر و مادری اهل بعضی از گناهان نباشن، جوان خانواده، دختر یا پسر خانواده پای فیلم‌های حرام، موسیقی‌های حرام رو باز بکنه. روایت داریم میگه که اگر در یک خانه موسیقی حرام تا 40 روز پخش بشه، تنین انداز بشه، دست ولایت شیطانی به نام قفندر باز میشه. این شیطان میاد دستشو میذاره رو دست اهل خانه، پاشو میذاره رو پای اهل خانه، تمام فکر و ذکر اهل این خانه میشه شیطانی. تمام اهل خانه از دست برد شیطان ایمن نمیمونن و مورد دست برد و بمباران شیطان قرار میگیرن. چرا؟ چون که یک رابطه متقابله. اینطور نیست که پدر و مادری بگه جوان من جوانی بکنه، حالا داره جوان موسیقی گوش بده، فیلم حرامی ببینه، حالا انشالله ازدواج میکنه خوب میشه. نه، حریم خانه و خانواده رو هیچ عضوی اجازه نداره که بشکنه و به حریمهای شیطانی وارد بشه. اصلی که امشب بهش میپردازیم اینه که بانو و شوهر باید قدرشناس و سپاسگزار وجود همدیگه باشن. اساساً روحیه شکرگزاری و سپاسگزاری توی خیلی از خانواده ها درجهش پایینه و خدا میداند که ریشه بسیاری از فلاکت ها و گرفتاری ها و بنبست ها و ناآرامی ها
برمیگرده به ناشکری ها، ناسپاسی ها، قد ناشناسی ها. اصل روحیه شکرگزاری، شکر در مقابل کفر. شکر یعنی قدرشناسی نعمت و اظهار نعمت، یادآوری نعمت، سپاسگزاری از نعمت. کفر یعنی غفلت از نعمت، فراموشی نعمت. شکر نعمت نعمتت افزون کند، کفر نعمت از کفت بیرون کند، یا کفر نعمت از کفت بیرون کند. شکر در مقابل کفر، شکران نعمت، کفران نعمت. خیلی از خانواده ها مبتلا هستن به کفران نعمت. یه مقداری باید پرده ها رو کنار بزنیم، خودمون رو در محک و معیارهای رحمانی بسنجیم، محک بزنیم، عیار خانواده ها چقدره، سطح شکرگزاری چقدره. در درجه اول نسبت به همدیگه باید شکرگزار باشن همسران. امام سجاد علیه السلام در بیان حقوق همسران نسبت به همدیگه میفرماید و کذالک کل واحد منکما یجب ان یحمد الله علی صاحبه و یعلم ان ذلک نعمت منه علیه. هر یک از همسران باید قدرشناس و سپاسگزار وجود دیگری باشه و بداند که وجود همسرش یک نعمت ویژه از جانب خداوند برای اوست. مرتب قدرشناسی کنه، سپاسگزاری کنه، حمد خدا رو به جا بیاره که خداوند او رو از تجرد، از عذوبت نجات داد. خیلی ها وقتی که خلاصه مرکبشون از پل میگذره دیگه فراموش میکنن اون دوران ناآرامی و حیرانی و سرگردانی دوران عذوبت و تجرد رو، که به واسطه وجود همسر به سطحی از آرامش رسیدن، به سطحی از شکوفایی استعدادها رسیدن، الحمدلله بر زبانشون جاری نمیشه. قل الحمدلله علی کل حال تر العجائب. امام سجاد علیه السلام میفهمه این لفظ الحمدلله در هیچ شرایطی از زبانت نیفته، در هر حالی، چه در حال راحت چه در حال شدت، این لفظ الحمدلله رو زبانت باشه. شگفتی ها میبینی توی زندگی، شگفتی ها میبینی. کفران نعمت ها، اظهار نارضایتی ها، اظهار عدم قناعت ها، راضی نبودن ها، اینها راه رو به روی تمام خیرات و برکات میبنده. مثل کسی که پشت بکنه به خورشید، از نور خورشید مستقیم بهره نمیگیره. این مثال یک انسان کفور و یک انسان کفران کننده نعمته. پشت میکنه به نور، از نور به طور مستقیم بهره نمیبره. کسی که کفران نعمت میکنه انگار که به سرچشمه تمام خیرات و برکتها پشت کرده. اما کسی که روحیه سپاسگزاری داره، روحیه شکرگزاری داره، به سرچشمه تمام خیرات و برکات متصل، رو به خورشیده، رو به نوره، افاضه او و بهرهگیری، انرژی گیری او مستقیمه. امام حسین علیه السلام در دعای عرفه که نزدیک هستیم به این روز مقدس، روز مناجات، روز نیایش، در یه فرازی میفرماید نبهتنی به ذکرک و شکرک. خدایا من رو بیدار کردی، پرده های غفلت رو از جلوی چشمم کنار بردی، به من رویکرد ذاکرانه و شاکرانه عنایت کردی. آقا از خدا بخواهیم به ما رویکرد ذاکرانه و شاکرانه عنایت کنه. از خدا بخواهیم خدایا ما رو ذاکر و شاکر خودت قرار بده. خدایا ما رو در شمار بندگان شاکر و شکور خودت قرار بده. یکی از جلوه های قربت خداوند پروردگار هستی در قرآن این آیه است، میفرماید و قلیل من عبادی الشکور. خیلی اندکن بندگان شکرگزار من. انگار که پروردگار هستی در جستجوی بندگان شکور. شکور یکی از صیغه های مبالغه است، یعنی بسیار شکرگزار، بسیار سپاسگزار. در حسرت بندگان شکور گویا انگار آه حسرت میکشه پروردگار، میگه و قلیل من عبادی الشکور، چقدر اندکن بندگان شکرگزار و سپاسگزار من.
بخواهیم که خداوند ما رو در شمار اون اندک شمار بندگان شکرگزار خودش قرار بده. ما شکرگزار نعمت‌های الهی باشیم. راز آرامش و سر رسیدن به یک آرامش عارفانه در دل خانه ها و خانواده ها اینه که فتیله شکرگزاری و سپاسگزاری در خانواده بالا کشیده بشه. هم بانو و هم شوهر نسبت به همدیگه از واژه های شاکرانه و سپاسگزارانه فراوان استفاده بکنن. این فضا رو بسنجید با اون فضایی که خدای ناکرده شوهر نسبت به همسرش، نسبت به بانوی خودش و بانو نسبت به شوهرش یک فضای اعتراضی، گلایه‌مندانه، یک فضای عدم رضایت رو برقرار میکنن و همین ریشه ناآرامی ها میشه. در میان حالا بانو و شوهر، شوهر به شکرگزاری و سپاسگزاری بیشتر نیاز داره. در رمز تفاوت زن و مرد ثابت شده در روانشناسی زن و مرد که زنان بیشتر به عشق و محبت نیاز دارن، تشنه عشق و محبت مرد هستند، اما مرد تشنه روحیه شکرگزاری، تشکر و سپاسگزاری از جانب بانوی خودشه. این نکته خیلی مهمه. اگر مرد در دل خانواده ببینه همش داره ازش گلایه میشه، داره تلاش میکنه صبح تا شب برای تأمین اقتصادی این خانواده، برای تأمین امنیت خانواده، برای تأمین آرامش خانواده، اما اون زمان حضورش و ساعت حضورش در خانواده با گلایه مندی ها، با عدم رضایت ها، با نق زدن ها مواجه بشه، این مرد اساس آرامش و بنیان آرامش وجودش در هم میریزه. مرد ناآرام و بیقراری خواهد بود و این ریشه خیلی از آسیبها برای مرد خانواده میشه. بانوان باید بدونن، بانوان فاطمی، که مردان بیشتر تشنه تشکر و سپاسگزاری هن، تلاششون قدر دانسته بشه. اون موقع مرد دل میبنده به این زندگی، به این خانه و خانواده. اما اگر یه احساس ناشکری، احساس گلایه‌مندی، احساس ناراحتی کم کم به تدریج تعلق‌های عاطفی مرد رو نسبت به خانه و خانواده، نسبت به بانوی خودش کم می‌کنه، ریشه خیلی از طلاق‌های عاطفی، گسستگی‌های عاطفی تو دل خانواده‌ها اینه که بانوان در مقام بانوی خانه حق تشکر و شکرگزاری رو نسبت به مرد ادا نمی‌کنن. از این طرف مرد هم وظیفه داره. امام سجاد علیه السلام فرمود هر یک از زن و شوهر باید خدا رو شکرگزاری بکنه، شکرگزار باشه، هم زبانی و هم عملی شکرگزار این نعمت باشه. اما در مقایسه بین زن و مرد، مرد بیشتر تشنه تشکر و سپاسگزاریه. استعدادهای مرد با تشکر و سپاسگزاری همسرش شکوفا میشه. تعلق مرد به خانه و خانوادهش با روحیه شکرگزاری بانوی خودش شکوفا میشه. اینه که در روایات نسبت به زنانی که شکرگزار وجود همسرانشون نیستن، گلایه‌مندی ها، نارضایتی ها همیشه داره بیان میشه، یک واکنش های خیلی عجیبی دیده میشه. این روایت رو دقت بفرمایید. پیامبر مکرم اسلام حضرت محمد ابن عبدالله صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن لا ينظر الله الى امرأة لا تشکر لزوجها. خداوند نگاه نمی کنه به بانویی که از شوهرش تشکر نمی کنه. و هی لا تستغنی عن، در حالی که هیچگاه بانو از وجود شوهرش بی نیاز نیست. اگر خدای نکرده از دست بده،
شوهر خودش رو اون موقع تازه قدرش رو میفهمه که چقدر نیازمندش بوده، اصل حضورش و اصل وجودش چقدر مایه آرامش او بوده، چقدر مایه قرار او بوده، و نبود او چقدر باعث بیقراری و ناآرامی میشه. میگه از چشم خدا میفته بانویی که شکرگزار وجود همسرش نیست. بالاترین ارتفاع برای سقوط، سقوط از چشم خداست. و بانویی که شکرگزار و سپاسگزار همسرش نیست از چشم خدا میفته. دیگه بالاتر از این خدا نظر رحمت بهش نداره. خب حالا یه بانویی در دل خانه با ناشکری خودش، کفران نعمت خودش، قد ناشناسی و عدم سپاسگزاری خودش نسبت به نعمت شوهر، نسبت به نعمتهایی که خدا بهش داده، از چشم خدا بیفته، خدا نظر رحمت بهش نداشته باشه، خب معلومه که یک وجود بیبرکت میشه، اصلا ریشه خیلی از بیبرکتی ها میشه. و البته اینطور نباشه خواهرانمون بگن همش توپ رو شلیک میکنیم طرف ما، نه، آقایون هم همینطور. اگر شکرگزار و سپاسگزار همسر صالح و پارسای خودشون، همسر شایسته خودشون نباشن، ریشه بیبرکتی ها و منع خیرات و برکات خواهد بود در دل خانه و خانواده. یه از چشم خدا میفته. لا ینظر الله الی امرأة لا تشکر لزوجها. کسی که شکرگزاری نمیکنه از همسرش، بانویی که شکرگزاری نمیکنه، این از چشم خدا میفته. روایت دیگری امام صادق علیه السلام میفرماید ایما امرأة قالت لزوجها ما رأیت قط من وجهک خیرا فقد حبط عملها. بانویی که به همسرش میگه من از وجود تو خیری ندیدم، تو خیلی از مشاوره ها من شنیدم، بعد از سالها زندگی بانو میخواد شوهرش رو قضاوت بکنه، میگه تو زندگی من هیچ خیری ازش ندیدم. مگه میشه اصل وجود او و حضور او تو زندگیت باعث خیر بوده، باعث برکت بوده، باعث آرامش بوده؟ پناه میبریم به خداوند از غفلت ها. میگه که بانویی که خطاب به شوهرش بگه من از تو اصلا خیری ندیدم، تمام اعمال صالحش هبط میشه، باطل میشه، گرد و غبار هوا میشه، تا یک مانع جدی و خط قرمز خیلی پررنگ بگذاره جلوی همسران که به حریم کفران نعمت وارد نشن، همیشه شکرگزار و سپاسگزار باشن. خدایی نکرده همین همسری که، حالا چه زن چه مرد، همین همسری که ناراضی هستی ازش، گلایه مندی ازش، ناشکری داری میکنی، عدم سپاسگزاری دیده میشه در زندگیت، رفتار و گفتارت نسبت به او، خدایی نکرده یه تصادفی قطع نخا بشه، خدایی نکرده، خدا برای هیچ کس پیش نیاره. مثاله، البته من داشتم مشاوره اومدن برای مشاوره، تازه عروس و تازه دامادی که ماه عسلشون رو داشتن میرفتن برای گلابگیران غمسر کاشان، توی جاده با کامیون سرشاخ شدن، عروس جا در جا از گردن به پایین قطع نخا شده، همون روزای اول عروسیشون اتفاق افتاده دیگه، دیدیم. خدایی نکرده یه تصادفی قطع نخا، اون موقع تازه میفهمی سلامت همسر تو چه نعمتی بوده، تو یه الحمدلله به خاطر سلامت همسرت نگفتی، یه دو رکعت نماز شکر نخوندی که همسرت سالمه. اینجاست که شیطان انقدر پرده غفلت انداخته، ما همش نیمه خالی لیوان رو میبینیم، نیمه پر رو نمیبینیم. اینه که نسبت به نیمه پر لیوان، نسبت به داده های الهی، نعمت های الهی، ما خیلی بدهکاری. مردم هر کداممون یه دفتری باید داشته باشه، دفتر برشمردن نعمت‌های الهی. تو رو خدا اینو انجام بدید، دستور یکی از اساتید اخلاق، یه دفتری داشته باشید، قلم و کاغذ بردارید، نعمت‌هایی که خداوند به شما داده یکی یکی بر بشمرید. نعمت چشم سالم، نعمت اعضا و جوارح سالم، نعمت امنیت، نعمت همسری که اعضا و جوارحش سالمه، اینا رو یکی یکی بنویسید، ریز کنید با جزئیات.
اون موقع تازه میرسی با انبوهی از نعمتهای بیشمار الهی که اصلا بهش فکر نکردیم. بهش فکر نکردیم. سلامت، یکی یکی اعضا، سلول سلولی که داره سالم توی بدن ما داره سالم کار میکنه با سلامت، جای شکرگزاری داره، جای الحمدلله داره، سلول سلول وجودی که توی وجود سالم همسرانمون، فرزندانمون، گاهی انسان توی همین حرم امام رضا علیه آلاف و تایت و سنان میبینه بچه ها و کودکانی که روی ویلچر قطع نخواهن یا از نظر ذهنی معلولن. بعد انسان فکر میکنه این پدر و مادر با چه زحمتی مواجه شدن، با چه بلایی مواجه شدن. اون موقع است که انسان باید بیره به سجده شکر بیفته، نماز شکر بخونه. همسر سالم، فرزندان سالم، نعمتان مجهولتان، از صحت و الامان، یکی صحت و سلامت، یکی امن و امان و امنیت. اینا نعمتایی که تا انسان از دست نده قدرشو نمیدونه. بنده شکور کسیه که هنوز نعمت و خدا ازش نگرفته قدر بدونه. بنده شکور ملاکش اینه که هر نعمتی که داره هنوز از دست نداده قدرش رو بدونه و قدرشناسی بکنه و سپاسگزاری بکنه از اون نعمت. اون موقع است که شکر نعمت نعمتت افزون کند. میگه دعبل خزائی، شاعر حماسی و داربردوش اهل بیت عصمت و طهارت، که توفیق داشت محضر مولامون علی ابن مسر رضا علیه آلاف و تحیت و سنام مشرف شد و اون قصیده معروف مدارس آیات رو خوند و حضرت هم دو بیت به این قصیده اضافه کردن، مولامون حضرت علی ابن مسر رضا، حضرت امام الرؤوف علیه آلاف و تحیت و سنا، و بعد حضرت به عنوان تشکر و سپاسگزاری از او این لباس عربی خودشون و دشداشه عربی خودشون رو به او عنایت فرمودن. فرمودن دعبل قدر این لباس رو بدان، سلیتو فیها الف لیله و ختمتو فیها الف ختمه. بدان قدرشو، من با این لباس، با همین لباس عربی، دشتوشه عربی، 1000 شب در این لباس نماز خوندم، نماز شب خوندم، و با توی همین لباس 1000 بار ختم قرآن کردم. این لباس رو به عنوان تشکر و سپاسگزاری دادن. چه سلاحایی میده آقامون علی ابن مسر رضا، جان عالمی به فدا. شاعر یه شعری سروده، آخرش میرسه میگه یک سله آقا ولی قدری ز دعبل بیشتر. یه شعر بلندی سروده، آخرش میگه خدا آقا جان یا امام الرؤوف، من سله میخوام، یک سله آقا ولی قدری ز دعبل بیشتر، یه مقداری از دعبل بیشتر به من سله بده، احسان بده. وقتی انسان محضر کریم من ابناء الکرام میره، یه هدیه های کریمانه اینطوری هم دیگه دریافت میکنه دیگه. انشالله خدا از این هدیه ها، از این سله ها، از دست امام الرؤوف به همه زائرانش، به همه دلدادگانش، به همه جمع حاضر عنایت بکنه. هدیه نثار روح مطهر امام الرؤوف، یه صلوات رضوی عنایت بفرمه. اللهم صل علی اومد محضر آقا علی ابن مسر رضا دعبل خزائی. وقتی که حضرت گفتگوشون تمام شد و دعبل خواست برگرده، حضرت یک کیسه درهمی به او دادن. این ماجرا غیر از ماجرای اهدای لباس و دشداشه محضر دعبل خزائیه. یک کیسه درهم و دیناری بهش هدیه دادن و از همینجا معلوم میشه که انسان همین که محضر امام رضا علیه الصلاه و السلام میرسه، حضرت کریمانه خورجین او رو پر میکنه. تو بندگی چو گدایان به شرط مزد مکن، که خواجه خود صفت بنده پروری داند. کریمانه خورجین ما رو پر میکنه. گر شبی در خانه جانان مهمانت کنن، گل نعمت را مخور، مشغول صاحب خانه باش.
میماید ما تقرب به ساحت خود امام رضا، تناسب اخلاقی، تشابه اخلاقی خدمت خود امام رضا پیدا بکنیم. اگر نه حضرت توبره ما رو، زنبیل ما رو پر میکنه از برکات مادی خودشون. بدون اینکه دهبل چیزی بخواد، حضرت یک کیسه دینار بهش عنایت کردن. دهبل این رو گرفت و از حضرت خداحافظی کرد بره. حضرت فرمودن دهبل برگرد، این مگر نعمت جدیدی از جانب پروردگار در حق تو نبود؟ چرا ذکر الحمدلله رب العالمین رو از زبان تو نشنیدیم؟ چرا شکرگزاری نکردی؟ دهبل انگار پرده‌های غفلت بره کنار، عذرخواهی کرد از امام رضا. ابتدا از امام رضا تشکر و سپاسگزاری کرد، بعدم الحمدلله رب العالمین. خواستن برن، امام رضا علیه آلاف و تحت و سنا فرمودن دهبل از فرزندم، محضر فرزندم جواد الائمه مشرف شو. آقا جواد الائمه در سنین کودکی علی الظاهر داشتن بازی میکردن، یه بازی کودکانه گوشه حیات خانه، مشرف شو و عرض ادب کن. دهبل محضر امام جواد علیه السلام در سنین کودکی مشرف شدن، عرض سلام و ادب. امام جواد علیه السلام از حالت کودکی و بازی کودکانه خارج شدن، با دهبل هم گفتگو شدن. دهبل خواست خداحافظی کنه از امام جواد علیه السلام. امام جواد علیه السلام هم باب الجود و الاحسان دیگه، یه کیسه درهم و دیناری اما کوچیکتر از اون کیسه درهم و دیناری که امام رضا هدیه کرده بودن به دهبل، به دهبل عنایت کردند. این دفعه دهبل بلا فاصله گفت الحمدلله رب العالمین، دستشو برد بالا، الحمدلله رب العالمین، شکر خدا رو به جا آورد. میگه امام جواد علیه السلام یه لبخندی روی لبان زیباش نشست، فرمود تعدبت، حالا ادب شدی، حالا ادب سپاسگزاری پیدا کردی. بابام امام رضا علیه السلام ادب شکرگزاری به هتیاد داد. خدا کند که زائران شکوری باشیم، خدا کند که زائران شکرگزاری باشیم. مردم به خدا، به خاطر نفسی که توی صحن و سرا میزنیم، اگر حقیقت فضیلت زیارت امام رضا رو به همون نشون بدن، بفهمیم تا قیام قیامت شکرگزاری بدهکاریم. به خاطر نفسی که میزنیم، به خاطر لحظه‌ای که در محضر امام رضا علیه آلاف و تحت و سنا هستیم. یه ذکر شکری رو علامه مجلسی رضوان الله تعالی علیه نقل میکنه و بعد میفرماید که کسی که با این ذکر شکرگزاری بکنه، امید است که خداوند ثواب تمام شکرگزاران عالم رو به او عنایت بکنه. پنج فرازه، پنج جمله است. الحمدلله من اول دنیا الی فنائها، شکر خدا از اول دنیا تا پایان دنیا. و من الاخرت الی بقائها، از اول آخرت تا انتهای آخرت، یعنی تا ابدیت. الحمدلله من اول دنیا الی فنائها و من الاخرت الی بقائها. الحمدلله علی کل نعمه، شکر خدا بر هر نعمتی که به من داده، نعمتی که به خاطر میارم و میفهمم و درکش میکنم و نعمتی که اصلا درکش نمیکنم، به یادش نمیارم. و استغفر الله من کل ذنب، و از هر گناهی استغفار میکنم، که این استغفار از گناه خودش یک نوع شکرگزاری عملیه. و استغفر الله من کل ذنب. الحمدلله من اول دنیا الی فنائها و من الاخرت الی بقائها. الحمدلله علی کل نعمه و استغفر الله من کل ذنب و هو ارحم الراحمین. پنج جمله است علامه مجلسی. حالا نمیدونم حدیثی از امام معصوم علیه السلام رو دیده، این رو بیان میکنه و میگه امید است که با این شکرگزاری خداوند ثواب تمام شکرگزاران عالم رو به انسان عنایت بکنه. از این فرازهای شاکرانه، شکر زبانی غافل نباشیم، مخصوصا در دل خانواده، بانو نسبت به شوهر و شوهر نسبت به بانو، مخصوصا جلوی چشم بچه ها حتما باید واژه های شاکرانه و سپاسگزارانه رو استفاده بکنن تا روحیه شکرگزاری نهادینه بشه. خیلی وقتها تربیت فرزندان
با باید و نباید نیست، با بکن و نکن نیست. اگر میخواییم بچه های ما بچه های شکور، شکرگزار و سپاسگزاری بشن، ما به توان صد، به توان هزار باید روحیه شکرگزاری خودمون رو بیشتر بکنیم. باید جلوه های شاکرانه در رفتار ما، گفتار ما، شکرگزاری زبانی ما، شکرگزاری عملی ما دیده بشه. خیلی وقتها ادب و تربیت با رفتار ما بیشتر از گفتار ما، با رفتار ما منتقل میشه. دو صد گفتار چون نیم کردار نیست. آدم یه کردار خوب نصف و نیمه داشته باشه، بیشتر از صد تا گفتار و صد تا منبر گاهی کارایی داره که انسان خودش متعهد باشه، خودش متخلق باشه به اخلاق رحمانی. این داستان رو همچون در محضر مولامون حضرت علی ابن مسر رضا علیه آلاف و تیت و سنا هستیم تقدیم میکنم، برای اینکه بدونیم ریشه تمام خیرات و برکت ها از شکرگزاری توی زندگی های ما. یه دو تا جوان مشرف شدن محضر امام رضا علیه السلام، باغ انگوری داشتن آجانمون در اطراف مدینه، چون میدانید امامان معصوم علیه السلام در عرصه جهاد اقتصادی، در عرصه عمران و آبادانی همشون طلایه‌دار بودن. اینکه زمین‌های بایر رو چاه می‌کندن، به چاه آب می‌رسیدن، زمین‌های بایر رو آباد می‌کردن، باغ‌ها و نخلستان‌هایی رو ایجاد می‌کردن، بعد در راه خدا انفاق می‌کردن. میگه حضرت باغ انگوری داشتن در اطراف مدینه نشسته بودن، دو تا از جوانای شیعه، حالا نماینده جامعه شیعی، میان محضر امام رضا علیه الفتیت و سلام. یکی جوانی که ادب شکرگزاری رو فرا گرفته، یکی جوانی که کفران کننده نعمت ادب سپاسگزاری و شکرگزاری رو نداره. حالا نگاه بکنید نتیجه چی میشه. اینو میتونید همینطوری مثال این بدونید که زائری که میره محضر امام رضا شکرگزار و سپاسگزاره، زائری که با کفران نعمت میره و طلبکاره، چجوری این دوتا نتیجه میگیرن؟ میگه جوان اول سلام و احوالپرسی انجام شد، صدا زد آقا بدهکارم، گرفتارم، از طرفی زن میخوام، بچه میخوام، باغ میخوام، زندگی میخوام، مرکب میخوام، هیچی هم ندارم، المفلس فی امان الله. میگه حضرت دیس انگوری مقابلشون بود، از همین انگورهای باغشون چیده شده بود، یه حبه انگور برداشتن به یه جوان دادن. میگه برگشت یه حبه انگور رو گرفت، گفت آقا یه حبه انگور به چه درد من میخوره؟ انگار متوجه نشدید، من میگم پول میخوام برم خونه و زندگی، بدهیامو بدم، بدهیا رو صاف کنم، بعدشم برم تشکیل زندگی بدم. حضرت فرمودن کنار بایست. استاد کنار. جوان دوم اومد محضر امام رضا، هیچ اظهار فقر و نیازی نکرد. آقا اگه محضر امام رضا علیه السلام رفتی و یادت رفت حاجت‌های خودت، غمی نداشته باش. خیلی‌ها میان میگن که آقا محضر امام رضا میرسیم، قبل از اینکه بیاییم هزاران حاجت تو دلمونه، اما محضر امام رضا که میریم همه یادمون میره بگیم، خیال میکنیم فرصت رو از دست دادیم. نه، فرصت از دست ندادی. تو قلبت و وجودت واله و حیران جمال و زیبایی معنوی و عرفانی امام رضا شده. امام رضا کریمه، من ابناء الکرامه، هم وجودتو میشناسه هم نیازمندیهاتو، اصلا خواسته که توبرتو پر بکنه اجازه داده وارد این حرم بشی. تو داری به دعوت امام رضا لبیک میگی، امام رضا دعوتت کرده، تو داری لبیک میگی، چیزی رو از دست ندادی. هیچ اظهار فقر و نیازی نکردی، یه سلام و احوال پرسی، آقا یه حبه انگور برداشت بهش داد، شروع کرد شکرگزاری کردن، الحمدلله الحمدلله، خدایا یه حبه انگور از دست ولی الله. بعد از خود امام رضا تشکر و سپاسگزاری کرد، آقا جون فدات بشم، لایق دونستی یه حبه انگور به من دادی. آقا جان من این حبه انگور رو که نمیخورم، میبرم داخل یه ظرف بزرگ آبی میاندازم، از آب تبرک شده به یه حبه انگور به پدر، مادر، خواهرها، برادرها، آشنایان، همسایگان همه رو خبر میکنم. حضرت دیدن به به، عجب ادب سپاسگزاری و شکرگزاری داره. حضرت خوشه یه انگور رو بهش دادن، دوباره الحمدلله الحمدلله، آقا برداشتن دیس انگور رو بهش دادن.
شکر نعمت نعمتت افزون کند و حضرت داره به عنوان مربی عرفانی و اخلاقی ما داره تعلیم میده. این دو تا جوان نماینده شیعیانن در محضر امام رضا علیه السلام. یه جوون شیعه کفران کننده نعمت ناسپاس و ناشکر جوون اولی، جوون دومی شکرگزار سپاسگزار قدرشناس با تواضع و ادب سپاسگزاری. دی سنگ رو بهش داد، دوباره شکرگزاری، الحمدلله رب العالمین، الحمدلله. آقا فرمودن قلم و کاغذ رو بیارید. ابتدا درخت انگوری که این انگورها ازش چیده شده بود، آقا کنار همون درخت انگور نشسته بودن، این درخت انگور رو به نامش زدن، چون توی تاکستان ها و باغ‌های انگور درخت های انگور شماره گذاری می شده، به شماره خرید و فروش می شده. اول درخت انگور رو به نامش زدن، می خوان ببینن شکرگزاری و سپاسگزاریش تا چه حده، می خوان یه درسی رو به جامعه شیعه بدن که بر تاروک تاریخ بمانه، تا قیام قیامت یه درس ادب سپاسگزاری رو به ما آموختن امام رضا علیه السلام. میگه این جوان افتاد به سجده شکر، سر از سجده شکر برداشت، آقا دوباره قلم و کاغذ رو برداشتن، کل تاکستان و باغ انگور رو به نامش زدن، دادن دستش، دوباره به شکرگزاری خودش ادامه داد، الحمدلله رب العالمین، آقا جون ممنونتم، سپاسگزارم. آقا قلم و کاغذ رو برداشتن، چشمه آبی که می اومد، چاه آب و چشمه آبی که تاکستان و باغ انگور رو سیراب میکرد، اونم به نامش زدن، سنا دادن دستش. یه جوری ظرفیت شکرگزاریش تمام شد، صدا زد خم شد، دست آقا رو بوسید، گفت آقا اجازه بدید برم از این کرامت شما و رأفت شما آشنایانم رو خبر بکنم. خداحافظی کرد و رفت. امام رضا علیه السلام به چند نفری که حاضر بودن و شاهد صحنه فرمودن به خداوند قسم اگر به شکرگزاری خودش نسبت به خالقش و رازقش و روزی دهندش ادامه میداد، ما هم به جود و احسان و کرم خودمون نسبت به او ادامه میدادیم. این قاعده رو تو رو خدا توی زندگی، این قاعده معنوی رو اجرا کن. دو تا چارتای معنویه، هر چی شکرگزاری و سپاسگزاریت بالاتر باشه، خیر و برکت و فزونی نعمت بیشتره. حالا جوانی رو در نظر بگیرید، حبه انگورش رو گرفته، نگاه میکنه میگه آقا به این جوان هر چی داشت و نداشت داد رفت. اومد جلو گفت آقا من همه چی ازت خواستم، یه حبه انگور و هیچی نخواست، همه چی بهش دادی. آقامون امام الرؤوف علیه آلاف و تهت و سنا فرمودن اخلاق ما اهل بیت اخلاق خداییه. مگه نشنیدی در قرآن که میفرماید لئن شکرتم لأزیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. اگر اهل شکر نعمت بودید، اصلا وجودتون رو توسعه میدیم، زندگیتون رو توسعه میدیم، نعمتهایی که بهتون دادیم خیر و برکت وجودتون و زندگیتون رو افزون میکنیم. اما اگه اهل کفران نعمت بودید، لئن کفرتم ان عذابی لشدید. خدا که با کسی حساب و کتاب فامیلی که نداره، که قاعده کلیه، اگر اهل کفران نعمت بودی، عذاب من و سختی از جانب من شدیده. خیلی از گرفتاری ها و شدائد توی زندگی به خاطر چیه؟ به خاطر ناشکری ها و کفران نعمت هاست. بانو و شوهر باید قدرشناس وجود همدیگه باشن، قدرشناس وجود همدیگه باشن. یه زیارتی داره آقا جانمون حضرت علی ابن موسی رضا علیه آلاف و تهت و سنا به نام زیارت احادیث سبعه. توی این چند دقیقه پایانی منبر میخوام تمام خواهر و برادر رو با این زیارت آشنا بشن. توی زیارت نامه های مرسوم حرم مطهر این زیارت نامه نیست. جناب شیخ صدوق رضوان الله تعالی علیه زیارت احادیث سبعه، یعنی زیارت احادیث هفتگانه امام رضا. چرا بهش میگن زیارت احادیث هفتگانه؟ چون بر محور هفت حدیث از پیامبر و آل پیامبر در فضیلت زیارت امام رضا علیه السلام سامان پذیرفته. در کتابی در مفاتی هم نیست، در زیارتنامه های مرسوم حرم هم نیست، اما کتابی هست در حرم مطهر، تعدادش موجوده، به نام منتخب الحسنی. این کتاب در قد و قواره مفاتیح الجنان. عزیزان آقایون میتونن صحن گوهرشاد که وارد میشن، وارد ایوان گوهرشاد،
دالان سمت راست میره طرف ورودی حرم مطهر و ذریح مطهر، دالان سمت چپ حالت سراشیبی داره برای صندلی های چرخدار. او سراشیبی رو که وارد میشی، اتاق سمت چپ، اتاق خدام، قفسه هایی هست شاید 50-60 از این کتاب منتخب الحسنی موجوده. خیلی از ادعیه و زیارت هایی که جناب محدث قمی رضوان الله تعالی علیه در مفاتیح الجنان نیاورده، در اونجا مؤلف این کتاب آورده. از جمله این زیارت احادیث سبعه که شیخ صدوق رضوان الله تعالی علیه در عیون اخبار الرضا آورده، در من لا یحضر الفقیه آورده، جناب ابن قولویه قمی در کامل الزیارات آورده، از زیارت های مستند و خیلی زیبای امام رضا علیه السلام. در این کتاب میگه و هی احسن الزیارات لمولانا علی ابن مسر رضا، زیباترین و نیکوترین زیارت ها برای مولامون علی ابن مسر رضا علیه آلاف و تحییت و سناس. حالا این چند شب دیگری که توفیق خدمت داریم محضر مولامون امام رضا علیه السلام، هر شب یکی از احادیث این زیارت رو به عنوان حسن ختام منبر تقدیم میکنم تا این زیارت کم کم جا بیفته. دیدم حرم مطهر هم در صحن جامعه رضوی یک شب در هفته این زیارت احادیث سبعه خطاب به مولامون علی ابن مسر رضا علیه آلاف و تحت و سنا ادا میشه. و هیه احسن و تلک از زیارات، میگه در میان زیارت های امام رضا این زیارت زیباترین زیارت هاست. اولین حدیثی که آورده میشه این گونه است در فرازهای ابتدایی این زیارت، میگه اللهم صل على العیمة المعصومین، اللهم صل على مولانا و مقتدانا امام الهدى والعروة الوثقى و حجتک علی اهل الدنیا الذي قال في حقه سید الورى و سند البرایا ستدفن بزعه مني بعرض خراسان ما زارها مكروب الا نفس الله كربه ولا مذنب الا غفر الله ذنبه. سلام میده محضر مولامون علی ابن مسر رضا، میگه سلام محضر اون آقایی که پیامبر در شأن او فرمود به زودی پاره تن من در سرزمین خراسان مدفون میشه. فضیلت زیارتش دو فضیلت اصلیه، ما زارها مکروب الا نفس الله کربه، هیچ صاحب غم و اندوهی او رو زیارت نمیکنه مگر اینکه غم و اندوهش برداشته میشه، حاجتش برآورده میشه. ولا مذنب الا غفر الله ذنبه، هیچ گناهکاری او رو زیارت نمیکنه مگر اینکه گناه او آمرزیده میشه. از مراتب ادای شکرگزاری به محضر آستان ولایت و امامت زیارت اون امامه. عهد و پیمانی دارد هر امامی بر گردن شیعانش، عهد و پیمان زیارت. خدا رو بی نهایت شکر و سپاس که به ما توفیق داد این عهد و پیمان رو به جا بیاریم، و بی نهایت خدا رو شکر که گاهی با بار گناه وارد این حرم مطهر میشیم، به برکت و کرامت مولامون علی ابن مسر رضا پاک نورانی از این حرم خارج میشیم. انشاءالله حدیث شریف کسا قرائت میشه. در شبهای گذشته در فضیلت حدیث کسا خیلی گفتیم، انشاءالله خواهران و برادران حضور داشته باشن. این حدیث کسا رمز عزت ماست، رمز عزت شیعه است، و انسان با همین حدیث کسا میتونه به تمام حاجاتش برسه. پنجتن آل عبا با محوریت حضرت زهرا سلام الله علیها شفیع ما قرار میگیرن در محضر خداوند تبارک و تعالی. انشالله این جمعیت عظیم همه با هم حدیث کسا رو قرائت خواهیم کرد.